به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. خب یه برنامه دیگه ای از کشور عزیزمون ایران دارم میسازم و اینجا یه مقداری گرمه، یه مقداری هم فکر میکنم امروز رطوبت هوا بالاست، این کولرم کار نمیکنه درست، خلاصه عرق میریزم. ما برنامه درست میکنم، اشکالی هم نداره، آدم ترتمیز میشه، پوستش تمیز میشه. خب این از این. در این کلیپ میخوام بپردازم به برخی از کارشکنی های وزارت امور خارجه و چه بسا یه مدلایی اسمشو بذاریم رانت یا خالبازی یا زد و بند، نمیدونم اسمشو باید چی بگذاریم. من در برنامه های قبلی عنوان کردم این هزار چاقوی این جعلی ها داره کار خودشو در سیستم های مختلف انجام میده. برخی از شما اومدین گفتین چرا من دارم این حرفا رو میزنم، همه چیز گل و بلبلیه. نه، شمایی که در هر صورت نشستین خارج از ایران و خبر ندارین که چی میگذره، نه همه چیز گل و بلبلی نیست و وظیفه شخصی مثل من که حالا یه میکروفون و یه دوربین دارم اینه که واقعیت های کف جامعه رو عنوان کنم و تجربه هایی که خود ایرانی ها دارن و یا توریست ها. در این رابطه میخوام درباره توریست ها صحبت کنم و اینکه یه کوتاهی ها و کارشکنی هایی رو در وزارت امور خارجه میبینم که اینها رو باید در واقع متوقف بکنن، برای اینکه ضربه و آسیب میزنه به چهره ایران در خارج از ایران. ببینین، من اومدم گفتم که ایران کشوری هست که میتونه چندین برابر درآمد نفت، درآمد توریستی داشته باشه. ظرفیتشو داریم، امکاناتشو داریم و این میتونه اتفاق بیفته و توریستا یک ابزار کاری هستن برای اینکه وقتی که میان ایران یه تجربه خوب دارن، از همون موقع که میرن ویزا بگیرن برای ایران تجربهشون از اونجا شروع میشه تا اون آژانس مسافرتی یا هواپیمایی که انتخاب میکنن، ورودشون، اقامتشون و رفتار مردم و تجربه هایی که دارن، میرن جاهای دیدنی رو میبینن، موزه ها، نمیدونم سفر داخلی، تمام اینها. حالا توریست ها میتونن در واقع منبع درآمد خوبی برای ایران باشن و توریست ها میتونن، یک توریستی که تجربه خوبی رو در ایران داره میره 10 تا توریست دیگر رو خبر میکنه میان، و یه توریستی که تجربه بدی داره میره بدی میگه، نه تنها خودش نمیاد بلکه کسان دیگه را میگن، میره بهشون میگه ایران نرو، اینطوری بودش، منو سرکیسه کردن یا کاغذبازی بود یا اذیت و آزار شدم اینا. خب یه کسانی هستن که همون هزار ضربه چاقوی این جعلی ها اینا رو در سیستم های ما دارن انجام میدن با کاغذبازی و با اذیت و آزار همین توریستا. در هر صورت یه جنبه مثبتی هم که این توریستا دارن وقتی میان ایران رو میبینن از نزدیک، برمیگردن میرن کشورشون و میگن که اون چیزی رو، اون چیزهایی رو که در رسانه های ما به ما میگن درباره ایران دروغه، ایران یه چیز دیگه است. یعنی یه تبلیغات مفت و مجانی برای ما میشه و درآمد توریستی میاد، ارز وارد کشور میشه با این بدبختی که الان این بانک‌های خصوصی برای ایران درست کردن که باید دربارش برنامه بسازم، درباره این که اصلا این بانک‌ها علاقه‌مند نیستن که این تورم کاهش پیدا کنه، بانک‌ها هستن که باعث افزایش تورم هستن. در هر صورت موضوع سر اینه که ما خیلی آسون میتونیم ارز آوری انجام بدیم از طریق این توریستا و این یه پروژه‌ای هستش که میخوام بگم بلند مدت هم نیست، یه مقداری کوتاه مدت و میان مدت، یعنی جذب توریست. حالا چه چیزی رو میخوام در این برنامه با شما مطرح کنم. دختر من، مادامی که من در ایران هستم، اون البته میدونین بارها اومده ایران، رفته و از بسیاری از ایرانی ها ایران رو خیلی بیشتر دیده، برای اینکه من علاقه من بودم که دخترم با تمدن کشور مادرش آشنا بشه، زبان فارسی هم خیلی خوب صحبت میکنه. خب قراره که مثلا برای 2 هفته بیاد ایران. قبلا اینطوری بودش که میرفتن سفارت ویزا میگرفتن، یه مدتی هم اینطوری که خب در
خود فرودگاه بهشون ویزا میدادن، ولی الان نه، الان اومدن یه بگیر و ببند و یک داستانایی درست کردن. موضوع سر ویزا گرفتنه. دختر من رفت ویزا بگیره، دخترم، همسرش و چی؟ یکی از دوستان مشترکشون، یه خانومی که میخواد بیاد، دختر خانومی که میخواد بیاد اینجا بره قله دماوند و صعود کنه. سه تا افراد مستقل اومدن از طریق سفارت ویزا بگیرن. سفارت بهشون گفته بود نه، شما نمیتونی اینجا ویزا بگیرید، باید از طریق وزارت امور خارجه در ایران اقدام کنین. راهش هم اینه، بهشون یه وبسایتی رو دادن، یه چیزایی. خب اینا رفتن اون ورقا رو پر کردن، تمام مدارکشون رو نمیدونم اسکن بکنین و اونو اسکن بکن، تمام اینا رو فرستادن. چی شد؟ جواب رد اومد، یعنی denied، rejected. خب دوباره اقدام کردن برای دوبار، دوباره همین جواب اومد. دختر من اومد، حالا ببینید داستان چیه. اینا گفتن برین از وزارت امور خارجه در ایران باید شما رو تایید بکنه، بعد بیاین سفارت، سفارت در اون کشور ویزا بگیرین، مثلا سفارت ایران در کشور دانمارک. ببینین چه کاغذبازی را انداختن برای این توریستای بدبخت. خب اولا که اون وزارت امور خارجه اصلا جواب نداد به اینا. دختر من چند زبان بلده و بهشون نوشت، ازشون خواست به چه دلیلی ویزاش رد شده. بارها در ایران بوده، 20 بار اومده ایران رفته، مینیمم 20 بار اومده ایران رفته، چرا ویزاش رد شده؟ هیچ کسی جواب نداد، اصلا جوابشو ندادن، جواب اون دو نفر دیگر هم ندادن، هم همسرش هم دوست مشترکشون، جواب اونا رو هم ندادن. اینا همش مستنده و همه رو معبر برای من فرستاده. از روی واقعا حالش بد بود و عصبی شده بود که ویزاشو رد کردن، جوابم نمیدن. حالا چی شده؟ اینا رفتن، من رفتم ببینم که موضوع سر چیه. ویزای ایران برای مثلا اتباع دانمارکی یا ویزای ایران اصلا برای اتباع خارجی. خب برخوردم به چه چیزایی؟ به یک سایتایی مثل مثلا این که اسمش چی هستش؟ اسمش هست کایت. اینا اومدن توضیح دادن، میگه ویزای توریستی ایران، اخبار و شرایط ویزای توریستی ایران. اینجا دمشون گرم، اومدن توضیح دادن که چه قوانینی الان مطرحه و اونا باید چیکار بکنن اگه خودشون بخوان اقدام بکنن. یعنی یک کاغذبازی کامل و سر کار گذاشتن این بنده خدایی که میخوان بیان ایرانو ببینن. و حالا اینا اومدن توضیح دادن، بعدش هم خودشون هم میان چیکار میکنن؟ خودشون در واقع میگن شما میتونین از طریق آژانس ما هم، آژانس کایت، آژانس مسافربری کایت، ویزا بگیرین برای ایران. خب این یک. حالا میرم سراغ یکی دیگه، اینم یکی دیگه، ویزای ایران از طریق حبیب تراول. من نمیخوام اینجا برای اینا تبلیغات بکنم، ولی نکته ای رو که میخوام بگم چطوره که یه دفعه ویزا برای ایران که باید از طریق وزارت امور خارجه و در واقع نه از طریق وزارت امور خارجه در ایران، ولی باید از طریق سفارت ایران در اون کشور مربوطه ویزا داده بشه. اگر اینطوری نیست پس اون سفیر و اون دم و دستگاه تو اون کشور چی کار میکنن؟ کارشون پس چیه؟ اگه ویزا نمیتونن بدن، اگر که حالا اومدن براشون یه شرایطی گذاشتن که نه اول ما اینا باید تایید بشن بعد شما ویزا بدین، نه، کاغذبازی کامل و وقت تلف کردن کامل مردمی که یا ملتهای دیگه ای که میخوان بیان ایران. حالا داستان اینه که این حبیب تراول یا آژانس مسافری حبیب، دختر من به اینا مراجعه کرد دیگه، گفتش که من میخواستم برم وزارت امور خارجه و حتما هم میرم چون باید تطوی این موضوع رو در بیارم، خودم خیلی عصبانی شدم از دستشون. در هر صورت اینا دیگه چون وقت کمه و دختر من واقعا وقت سرخاروندنم نداره که بخواد بره حالا با اینا کلنجار بره و هی جواب رد بدن و هی جوابشو ندن، یعنی کاملا درب و داغون کردن اون احساس خوبی که دختر من از این همه دفعات اومد ایران اینا رو خراب کردن. و بر من نوشت مامان این چه داستانیه، چرا اینا اینطوری میکنن، چرا انقدر اذیت و آزار میکنن، من میخوام بیام کشور خودم رو ببینم، چرا انقدر دارن اینا منو اذیت میکنن. حالا اون موقع ببینین من بارها در برنامه هم گفتم همسر من خارجی بود و ما دختر من در واقع نصف ایرانی نصف خارجیه،
اون موقع که رفتم تقاضا بکنم برای اینکه دختر من پاسپورت ایرانی بگیره، میگفتن نمیشه، اگر زن ایرانی باشه مرد خارجی باشه نمیشه، شامل پاسپورت ایرانی به فرزندان نمیدیم. حالا اومدن اون قانون رو به اصطلاح درست کردن، من دیگه نرفتم دنبالش برای اینکه وقتشو نداشتم و مطمئنم این قانونشون هم یه قانونه که یه مدلای سرکاریه، باید کلی دوندگی بکنی. حالا حرف زیاد دارم در این رابطه. در هر صورت دنبال اون نرفتم، چه بسا اون درست شده باشه. نمیخوام من بهشون بگم که درست نشده، چون واقعا نمیدونم. الان باید آدم بره اینو در واقع به جریان بندازه، بعد تجربهشو بیاد بگه که بدون چی شد. در هر صورت دختر من بسیار اذیت شدش و رفتش این همین شرکت مسافری حبیب، اینا براش ویزا گرفتن. حالا ویزای ایران چقدره؟ 350 کرون دانمارک که معادل، من حساب کردم، معادل 1.5 میلیون تومان. این شرکت مسافر برای حبیب ازشون چقدر گرفت؟ 700 کرون دانمارک. یعنی چی؟ یعنی دو برابر. 350 کرون کارمزدشون برای اینکه ویزا رو بگیرن. و اینا ویزا رو خیلی خیلی زود گرفتن و دیگه این دغدغه و دردسر از سر اینا رفت شد. خب حالا موضوع سر اینه، مگر آژانس مسافرتی وزارت امور خارجه است که بیاد تایید بکنه یا رد بکنه ویزا بگیره و در واقع پولی بره تو جیب اونا؟ آیا این ما رو به این فکر نمیندازه که وزارت امور خارجه با اینا یه زد و بندی داره، میگه خب شما 350 کرون بیشتر بگیرین، یه مقداریش هم میره تو جیب ما؟ در صورتی که اگر میخواست از طریق سفارت انجام بشه، از طریق وزارت امور خارجه، همون 350 کرون بودش. ببینین اینجا اصلا من، موضوع من موضوع این مبلغ کرونیز، موضوع من موضوع اون فسادی هست که در اینجا داره انجام میشه. در واقع روز روشن، تو روز روشن این آژانس مسافربری چه ربطی اصلا به ویزا داره؟ حالا من میدونم تو برخی کشورهام آژانس های مسافربری وقتی تور میگذارن میان ویزا هم خودشون میگیرن، به عنوان یه پکیج میان اینو ارائه میدن. خب هیچ مسئله ای هم نیست، اما همونجا در همون کشور شما میتونین از طریق سفارت یا دفترهایی که در اون کشور دارن برین ویزاتون رو بگیرین. اجباری نیستش که از طریق یه آژانس توری یا آژانس مسافربری و یا آژانسی که تور میگذارن شما اقدام کنین. این آزادی رو شما دارین، این انتخاب رو دارین که خودتون بگین آیا من میخوام بیشتر پول بدم، کارمزد اونا رو بدم که اونها برای من اقدام کنن، یا خودم اقدام میکنم. خب در هر صورت میخوام بگم اینجا من خیلی شک دارم این آقای روحانی، دولت روحانی، تعدادی از این کارگزاران و سفیرانی که قرار بودش حالا در سفیر در سفارتخانه ایران کار کنن، ایشون اومد اینا رو انتخاب کرد و فرستاد پیش از اینکه این دولت عوض بشه. حالا من نمیدونم چه داستانی هست، چه کسانی هستن که کارشکنی میکنن و اون احساس بد رو در این توریستایی که میخوان بیان ایران ایجاد میکنن که اینها برن دیگه کلاشون هم اینجا میفته دنبالش نیان. یعنی دختر من که اینقدر تجربه خوب داشته، اینقدر عاشق ایرانه، واقعا اذیت شد. دو بار تو این مضیق وقت اقدام بکنه، سه نفر، هر سه نفر دو بار اقدام کردن، دو بار رد گرفتن، تقاضاشون رد شد، ایمیلاشون هم جواب نداد. اون وزارت امور خارجه معلوم شد ایمیلا سرکاریه، ایناست که مردم رو میذارن سرکار. ولی این آژانس مسافربری حبیب که دمشون هم گرم، اینا ویزا رو گرفتن، خیلی هم زود گرفتن. خب این ما رو به چه فکری میاندازه؟ یعنی شما خودتون رو بذارین جای اون توریسته، شما خودتون رو بذارین جای من برنامه ساز، این ما رو به کجا میبره؟ اینه که یک فسادی در وزارت امور خارجه هست برای اخذ ویزا. یعنی میخوان یه پولی، یه زد و بندی، به احتمالش هست دیگه، من نمیگم حتما اینطوریه، چه بسا یه زد و بندی شده و یه پولی هم از این آژانس‌های مسافربری میره تو جیب وزارت امور خارجه. خب این باعث آبروریزیه که شما جواب نمیدین به مردم، پاسخگو نیستین، دوبار رد میکنین، بعد آژانس مسافربری میاد ویزا میگیره و مشکلی هم نیستش.
اینو من میخوام از وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان مطالبه دارم. این داستانش چی آقای امیر عبداللهیان؟ قراره که ما توریستا رو فراری بدیم؟ قراره که اینا واقعا فکر کنن که دولت ایران دنبال تلکه کردن مردم، دولت ایران دنبال سرکیسه کردن توریستا است، دولت ایران دنبال وقت اینی که توریستا وقتشون تلف بشه و چه بسا برخشون وقتی دوبار ویزاشون رد بشه میگن بابا بره پی کارش گروه باباش، اصلا نمیخوام برم این کشور رو ببینم. خب اینه دیگه، داستان اینه. واقعا شما اینو میخواین؟ نمیخواین ببینین یه بازنگری بکنین در این تشکیلاتتون، در تشکیلات وزارت امور خارجه‌تون، ببینین چه کسانی اونجا هستن که یه چنین بخشنامه‌ای درست میکنن و میفرستن به سفارت خونه ها و اونها رو کاملا از کار میندازن، ناکارآمد میکنن و یک لود از یک کار اضافه برای شما در وزارت امور خارجه در که مرکزش در تهرانه ایجاد میکنن. شما هم که پاسخگو نیستین. خب چیکار میخواییم بکنین؟ در واقع شما اونجا هستین، وظیفتون چیه؟ مگر یکی از مسئولیت های مهم وزارت امور خارجه اخذ دادن ویزا نیست؟ برآورد کردن این توریستا نیست؟ اصلا هیچ دلیل منطقی و معقولی من نمیبینم. شما باید بدونین که یک کسی که 20 بار اومده ایران رفته و تمام سابقه شو دارین و دختر منی هستش که از وطن پرستن آدمای روی کره زمین هستم، شما چطور به خودتون اجازه میدین؟ حالا من اصلا درباره دختر من نیستا، اینو اشتباه نگیرین، ولی در هر صورت شما سابقه تمام افرادی که بارها اومدن ایران رو رفتن دارین. چطور میشه که 3 نفر رو که به طور مستقل در 6 بار تقاضا میکنن همه رو رد میکنین، بعد اون آژانس مسافربری میتونه اینطوری براشون ویزا بگیره؟ خب این من رو به فکر میندازه و خیلی ها رو به فکر میندازه و متاسفم که دارین توریست ها رو اذیت میکنین. این میخوام بگم این هدیه‌ای که در واقع به ایران داده میشه از طریق این، از طریق رفتار خوب با توریستا، از طریق این که این در واقع ناکارآمد کردن این شبکه‌های دشمن، حرفایی که اینا میزنن و شبکه‌های خودشون، در واقع ما میتونیم خیلی آسون یه مقدار زیادی محبوبیت در خارج از ایران به دست بیاریم از طریق شبکه ها که ارزه که نداریم، از طریق شبکه ها و از طریق شبکه های رسمی که ارزه نداشتیم که در واقع تو جنگ نرم مبارزه بکنیم و در واقع همون کاری که اونو میکنن ما از طریق جنگ نرم انجام بدیم، این رو که ارزه نداشتیم. این یکی که دیگه خودش آسون و ارزون میتونه به دست بیاره. اینم یک کسانی همون 1000 چاقوی اسرائیل دارن خراب میکنن و شما هم در خواب هستین. وزارت امور خارجه بیدار شین، خواهش میکنم بیدار شین. آقای امیر عبداللهیان، من از شما مطالبه دارم. ما قرار نیستش که یه چنین چیزایی رو در کشورمون داشته باشیم. میخواین بیشتر پول بگیرین از توریستا، نرختون رو ببرین بالا، به جای 350 کرون اونو بکنین 700 کرون اگر کسری دارین، ولی نگذارین که اینطوری اون رپیوتیشنتون و یا اون سابقتون و اون تصویرتون خراب بشه در چشم خارجیان به نام توریست. این کار رو نکنین. اگر که واقعا فکر میکنین 350 کرون کافی نیست برای اخذ یه ویزا، خودتون اینو انجام بدین، تعرفه‌شو ببرین بالا. نرین دنبال این ترافل ایجنسی ها که معلوم نیستش که دستشون با کی رو هم هستش، کی با اینا قرارداد بسته که حالا اخذ ویزا از طریق این مسافر آژانس‌های مسافربری باید انجام بشه. خب من وظیفه خودم دونستم که این رو بیام با شما مطرح بکنم. این رو تجربه شخصی خودمه و اینطوری هست. 100% مطمئن باشین که همین گونه هست. اصلا مولای درزش نمیره. من از شما درخواست میکنم، تقاضا میکنم، آقای امیر عبداللهیان بر شما ارزش و احترام زیادی دارم که به این موضوع، به این موضوع مهم رسیدگی بکنیم و نگذارین که اون محبوبیت ایران
خدشه برداره و اون تصویر خوبی که این توریستا میتونن از ایران با خودشون به ارمغان ببرن به خارج از ایران، این خراب بشه، سیاه بشه، تاریک بشه به دلیل یه مش آدمش، چه بسا سودجو، چه بسا کارشکن و چه بسا شبکه نفوذ هزار چاقوی جعلی ها، اشغالگران. خب عزیزان من، عضو کانالا بشین و زنگوله رو فشار بدین، به اشتراک بگذارین لطفاً، نظرتون رو بنویسین، مهمتر از همه به اشتراک گذاشتنه. و در اینجا الان آب خودم نیاوردم، ولی سلام بر قاسم و لعنت بر ترامپ، لعنت بر تمام یزیدان و تروریستایی که سردار دلهامون رو شهید کردن. خدا نگهدارتون.